واقع در هفتاد و دو پنجمین دوره جشنواره فیلم کن یه اتفاق ویژه گویا برای سینما ایران افتاده تقریبا خیلی کم نظیره که دو فیلم حالا از سینماگران ایرانی در بخش مسابقه اصلی باشه و یک داور هم همچنین حالا اگر ابتدا به فیلم ها به پردازم چند جزو جشواره که همیشه توجه ویژهی در واقع به سینما ایران داشته و داره و خواهد داشت این در واقع در تعریفش به شکل پنهان وجود داره برا خود من به عنوان داور فیپرشی پارسال در این جشنواره حضور داشتم و وقتی با مسئولین با نهاد برگزاری و انسان که تصمیم میگیرند در جشنواره صحبت میکردم خب سینما ایران براشون یک نقطه قوت هست که همیشه روش مانور بدن اینکه این یه فرصت بینظیر برای سینمای کشورمون اون هم با معرفی نام های جدیدتری که خب کن اونها رو کمتر میشناسه یا اساسا نمیشناسه به عنوان مثال فیلم آقای روستایی که امسال هست و هنوز هیچی هم ازش منتشر نشده غیره یه عکس و یه نصف خط از داستانش به هر حال این فیلم از آقای روستایی که خب فیلم های دیگری دو تا فیلم خوب دیگه قبلا ساخته بود یه نگاه جدید یک جلوه جدیدی از سینما ایران رو گویا میخوان معرفی بکنن به مخاطبینی که خب حالا در کن حاضرن تقریبا همه مخاطبین اصلی اساسی و حرفه سینما در کن هستند و گویا خود تصمیم گیرنده ها خود دبیرکن هم بر این انتخاب تاکید داشته تا در واقع یک رنگ جدید از سینما ایران رو هم معرفی بکنه به جهان ترکیب فیلم های بخش مسابقه حتی از کشورهای دیگر رو هم ببینید و حالا کنار اسم های بزرگ همیشه اسمهایی رو کن میذاره که ناشناختن یعنی یک ادغامی از اینها میسازه یه ادغام هدفمند که این سیستماتیکه ولی خیلی درست و دقیق انجامش میده از این حیث به نظرم در واقع جشواره کن امسال یه جشواره بسیار ویژه است برای سینما ایران همین فیلم آقای علی عباسی با موضوعی که داره اون هم به هر حال جذابیت های خودش رو داره حتی دا فقط اگر بخوایم به محتواش اشاره بکنیم و به نظرم من یه نگاهی به فیلم های دیگه بخش مسابقه هم می کردم. متوجه شدم که محتوایی هم که انتخاب کردن یک محتوای دارای تنوعیه که همیشه کن بهش میپردازه با توجه به اقلیت ها، توجه به مزامین سیاسی توجه به انتقاد های اجتماعی همه اینها رو شما نمونهاش و مصادیقش رو میتونید پیدا بکنید از سینما ایران هم در واقع این دو فیلمی که انتخاب شده همین همین ماهیت رو داره یعنی جدای از این نیست امیدوارم که به هر حال اتفاقای خوبی هم برای سینما ایران بیفته اما در داوری امسال خب آقای اسقر فرهادی که از اعضای هیئت داوران هست در بخش اصلی رقابتی کن خب این یه اتفاق بزرگ به نظر من قبلتر البته داشتیم داورایی که در بخش اصلی در واقع حاضر بودن و شرکت داشتن به عنوان داور اما آقای فرادی پارسال جایزه بزرگ و برد با فیلم قهرمان و امسال شد داور البته این رو هم دقت بکنید کن همیشه از این فرمول هم استفاده میکنه سالی که مثلا یه فیلم جایزه میگیره یا سال بعدش یا بعدترش حتما کارگردان یا تهیه کننده اون فیلم یکی از گزینه های داوری هست این به ذات به نظرم حرکت درست و دقیقیه Uh, چون uh, سلیقه و رنگ و بو و طعم خودش رو اینجوری حفظ میکنه در واقع و اون تنوع رو نهادی نمیکنه که به شکل دائمی ادامه داشته باشه برای همین در طول این هفته دو پنج سال هر سال یه شگفتی در اونجا ایجاد شده با یه فیلم یه سال سینما ایران بوده یه سال مصر بوده یه سال ترکیه بوده و این همیشه این رو میبینید در تاریخ بنابراین آقای فرهادی و حضورش در سالی که دو فیلم از ایران هم در بخش مسابقه است خود این یک درامه در واقع این, این هم کم نظیره در تاریخ کن داشتیم که داوری از ایران بوده حالا یه فیلم از سینمای بوده ولی این ترکیب و اون حجمی که از سینمای ایران امسال تو کن وجود داره خودش ممکنه هواشی رو ایجاد بکنه به هر حال البته که در سیستم داوری چون خب من تجربه داوری در فستیوال های مختلفی در جاهای جه مختلف جهان رو داشتم تاثیری نمیذاره واقعا بر اینکه اون ملیت و اون آدم باعث بشه جانبداری بیدلیل و غیرمنطقی بکنه از یک فیلم اساسا سیستم داوری های این ها دخالت از بیرون رو نمیپذیره حتی دخالت از درون بدون توجیه بدون در واقع اقنا کردن داوران دیگر ممکن از همین الان خیلی از رسانه ها پیش بینی کنن که آها الان چون آقای فرهادی داوره حتما یه فیلم از ایران یه جایزه میگیره نه واقعا اینطور نیست تجربه من به من میگه که اونجا واقعا فیلم باید در قیاس با فیلم های دیگه که نمایش داده میشن این ارزش رو داشته باشه اگر این رو نداشته باشه طبعا نمیتونه در گزینه های نهایی داوری قرار بگیره چون آقای فرادی هم یه نفره چند نفر دیگه از کشورهای مختلفی که همون ملیت داورانش هم در واقع در بخش مسابقه فیلم های از همون ملیت ها هم هست خب اینو میشه به اونها هم نسبت داد بنابراین از این منظر نباید مورد قضاوت قرار بدیم ولی امیدوارم که خود فیلم های ایرانی این ارزش رو داشته باشه که جز شورت لیست داورها قرار بگیره و در نهایت هم با استقبال رسانه‌ها و مخاطبین روبرو بشن